خب ما پویا رو میاریم بالا فعلا. پویا زنبلوغ بیا نرو دیگه، بیا دو دقیقه تحمل کن. پویا میت آنمیت که خودتو. سلام آرمین جان، سلام بابک جان. من راستش زیاد الان حرفی ندارم، من میخواستم در جواب آریا راجع به نژاد پرستی یکم حرف بزنم که آرمین بیشتر حرفایی که من میخواستم بزنم و گفت. فقط گفتم که بیام بگم که من دیروز توی استوری یکی از دوستای دوره دبیرستانم دیدم که استوری گذاشته از هیئت توی شهر مشهد که الان مشهد میگن وضعیتش سیاه شده، سیاه شده به خاطر این بیماری که الان رواج پیدا کرده و میخواستم بگم که واقعا تو عقل این آدم ها چی میگذره که حاضرن برای هیئت جون خودشون جون همه رو در خطر بندازن. یعنی اصلا نمیفهمم اینو، اصلا واقعا درک نمی کنم. سنگ گذاشتن میگن که بیان برای بیان مریض شیم به خاطر کدوم امام اینا رو میگی؟ ما حاضر نه الان الان چه اتفاقی داریم؟ الان برای چی مردم نجام؟ نزدیک عاشورا محرمه. نزدیک عاشورا است. من کلندر قمری رو دنبال نمی کنم. اینا نمیگن برای حسین میخوان برن مریض شن، یعنی قربانی. آره همین دیگه. آره تو کلندر قمری رو دنبال نمی کنی آخه. دنبال میکنه پیام تبریک و تسلیت و همه چی میده، بعد تو دنبال نمی کنی. آره منم بعد دنبال کنم. خب یه چیزی آره راست میگی، برای اربعینم گفت. آره خیلی خب. یه چیزی اینا متوجه، یعنی اینا متوجه نمیشن که هزینه‌ش رو خودشون فقط نمی، یعنی اینا واقعا من برام سوالی بود، من اون پرچما رو دیدم، یعنی برام عجیب بود. خب اینا این همه صدا و سیما و این همه مردم در برای این بیماری صحبت کردن، نمیدونستن که هزینه‌ش رو فقط خودشون قرار نیست بدن، یعنی بقیه هم دارن مریض میکنن با این کارشون. اینا یعنی این سطح آگاهی هنوز وجود نداره. نه همین قدر عمقن. سطح آگاهی وجود داره که بعد سر اینه که اینا اون مذهبشون اون اعتقاد مذهبیشون واجب‌تر از چیزای دیگه است. نه یعنی خب یعنی حتی از لحاظ خودشون هم بخوایم، از لحاظ اخلاقی دینی خودشون هم بخوایم نگاه بکنیم، خب مثلا اگه اینا فکر میکنن مثلا دارن خودشون برای حسین فدا میکنن اینا، از لحاظ اسلامی هم خب شما اگه فکر میکنین این باعث رواج بیماری میشه، خب کسایی که نمیخواستن هزینه بدن و شما اونا رو بیمار کردین، این بر اساس همون معیارهای خودتون این گناه حساب نمیشه؟ یعنی میارزم چه، یعنی حتی از اسلام خودتون هم نیاین بیرون، شما میدونید این هزینه داره و میدونید که این رواج پیدا بکنه تو ایران بقیه هم داره هزینه میده، شما که نمیتونید از کسی دیگه هزینه بدید. خب شما که نمیتونید برای حسین جون کسی دیگه رو هزینه بکنید، قربانیش بکنید، انسان دیگه رو قربانی کنید. این تو اسلام هم حتی اینو اجازه نمیده، یعنی حتی معیارهای خودشون هم اینو نمیتونه اینو توجیه کنه. درست میگم به نظرتون؟ قاسم الان حرف خیلی جالبی زد، گفت خود امام سجاد به خاطر مریضی بیخیال شده کربلا روز جنگ کربلا اینا بیخیال نمیشه. ای راست میگی، اینو چرا استفاده، اینو چرا کسی استفاده، راست میگی یا خب بگه اینو چرا کسی استفاده نمیکنه؟ خب اینا یه سری افراد هستن که آرمین اینا منبر پای منبر یک سری افرادی میشینن که دنبال تبلیغات هم بیشتر یا تا اون نشون اسلام گوش میدی، یه سیرک تبلیغاتی که باید راه بیفته در مملکت چندین و چند سال هم هست، به هر صورت در هیچ وقت نشده بخواد تعطیل بشه، همیشه هم باید قویتر و باشکوه‌تر خودشون برگزار بشه. خب بگو. این حرف تو خیلی درسته، اینا احمق نیستن، اینا فقط اینا لازم دارن اینو. خب یعنی خیلی یعنی ما نباید چون که اینا مثلا از لحاظ فکری دشمن ما هستن، از همه لحاظ دشمن ما هستن، نباید بیایم فکر کنیم که همش هر کاری میکنن احمقانه است. یعنی اینا با اینکه به نظر احمقانه میاد ولی از لحاظ استراتژیکلی خیلی بعضی یعنی هوشمندانه است، یعنی اینا دارن اینو لازم، اینو از تبلیغی لازم دارن. و تازه کسایی که وقتی توی تاریخ دین رو نگاه بکنین بعضی موقع یه اتفاقی یک
یه کارایی مردم دینی انجام میدن که هزینهش نه برای کسایی که این تصمیم گیری میکنن، ولی برای کسایی که دنبال روی دین هستن، هزینهش هر چی بیشتر باشه اتفاقا تبلیغ وفاداری شدید هست به اون قبیله، و این تبلیغ وفاداری یک روش نشون دادن قدرته. خب نشون دادن این که ببینید که ما حاضریم مریض بشیم، حاضریم خون بدیم، حتی هزینه میدن. بله بله چیزه سرکرات هزینه میدن دقیقا. یه تئوری یه تئوری هم هست که اصلا سرکمسیژن از اینجا اومده، ختنه از همینجا اومده، یعنی شروعش دادن هزینه بالا برای دین بوده که یه همچی کاری حتی بکنی با یه چیز خیلی مهمه. یعنی یه تئوری هم هست که یعنی نشون میده که ما انقدر وفاداریم به این، یعنی شروعش این حرفایی که اینا میزنن نبوده، شروعش این بوده که قبیله این بوده که ما از یه قبیله های اومده که ما انقدر وفاداریم برای این قبیله مون که حتی حاضریم یه همچی کاری بکنیم. البته اینجوری نگفتن، یعنی نتیجهش این میشه. بعد جالب اینه که من یکی از دوستای دیگه من چیز بود، یه عکسی منتشر کرده بود، مثل که ازش پرسیدم، مثل که خودش نگرفته بود، تو فضای مجازی پخش شده بود که توی مشهد تو حرم امام رضا تصاویری که خود صدا و سیما پخش میکنه، همه دارن رعایت فاصله اجتماعی و اینا نماز میخونن، ولی اون پشت که دوربین نشونی میده، یعنی همش آدم تو هم لولیده، اصلا انگار ننگار که کرونا. اسم این بیماری نیار، یوتیوب حساسیت داره فکر کنم. ببخشید حواسم نبود، منم همیشه حواسم از این دفعه از دهنم پرید. اشکرم. آره خب مرسی پویا جان، خوب شد اینا. حرف دیگه ندارم، ولی من یه سری تحقیقا بود که من خواستم انگار در جواب حرفای آریا راجع به نژاد پرستی افغان‌ها نسبت به افغان‌ها در ایران میخواست اینا اگر چیز باشه من میذارم توی کامنت همین ویدیو. تموم شد. آه توی پرایویت چت؟ نه تو کامنت های همین ویدیو میذارم. خب اگر میخوای بگی میتونی بگی، وقت داری حالا. نه بریم سراغ بقیه. من نه زیاد چیز جالبی هم نیست، یعنی فقط مقاله است، یعنی چیز نداره، گراف و پای چارت و اینا نداره که بخوام نشون بدم. اوکی. من نمیبینم. باش مرسی پویا جان، فعلا.